مردی 85 ساله، ریش و موهای بلند سفید، اما غرورش هنوز جوان است. خیر محمد ساقی، هنرمند ظریف‌طبع اندخوی ولایت فاریاب، یکی از چهره‌های شناخته شده کشور است. او با هنر سر و کار دارد و از آوان جوانی تا کنون با هنر موسیقی زندگی می کند. اول من تنبول دوتار لور گندم، سوال تنبول لور گندم. من سازن اغل لیم، پردازن اغل لیم من. کنی نیره باریان کنا سرق لیم، قایت رقم سرق لده، قایت رقم چال لده. خیر محمد ساقی تحت نظر پدرش عبدالهادی سمرقندی پرورش یافته، گهگاهی به نواختن تنبور می پرداخت. دوتارن بر دوتارن من قبلگا دوتاری دل بیت الله بارک الله نظرت دوتارن قوید بو کشه بو قلنا زیارت خلیم من بو عیاغنم باریم من بو کزونم کریم من بو قلامنم یشتیم من این دو دتار چول میمان دتار من یه بست دو سر تو باقل دلم تو دتار لو قوی دلم بوشه پیلا من دتار لو ارگر آدم بکشتن یعنی سنه استادی زاده هست آتا میدلم کوپی اخشه مرا بو بونی سایی که خودی زال تاخت هبسیز بونو قیدم آرگن یعنی سیز بونو آتنه نمسته دیدلم بونی ارتن آتنه چنگ دیدلم بونی ارتن آتنه چنگ دیدلم بونه قدم پیلا ایلی آلمش ایلی آول بونه خاطر لب بونه چول ایلی بونه کندی که او دو چول ایلی بونه دو چول ایلی بونه چول ایلی بونه بو قیسی جایی در رواج بارد شده شو آنخویده که بر رواج بارد خاطر لب اجده هر آونده بر تیکتا موندن بارد قدم پیلا لب اندش پیلا بونه ارتن یوغانی هم پولی هم توپل بایلی بونه ارتن خان خانش ده بسه با لکن بیرده یا بونه ما مردم بش پیلا برای شونه فرمایش کرو تاش قرغاندن شونه تلال بارم گستیه استاد استاد تاختا تزدترو شونه تزدترو او هفت نوالات موسیقی را بلد است و بیشتر موسیقی کلاسیک ازبکی را از نزد استاد شاقل صوفی و استاد عبدالغفور کمال یاد گرفته است. وایلون، رباب، دوتار، سیتار، سیتار بخارا، تنبور بخارا هم دیده لگونه سیتار. اون یه سران گوی میتم از خود کرده اون یه سران اون یه سران من موسیق با 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 موسیق با با جاخانه دیده لگونه موسیق شکرگانه سنه چه چلیه. خیر محمد ساقی مقام‌های بیات، خوشچنار، عشاق، مسکین را با وسیله دو تار و تنبور می‌نواخت و شنوندگان را فرحت می‌بخشید. در قبال موسیقی به طب سنتی دست بالایی دارد و تا کنون چندین تن را مداوا کرده است. در وقت جوانیش در شفاخانه ولسوالی اندخوی به شکل رضاکار کار کرده است و از داشته هایش به خاطر خدمت گذاری به جامعه به خرج داده است. ثمره ازدواجش دو پسر و چهار دختر می باشد.